سفر اولی بود که با نرفتن در این سفر گفتن شما قصد گریزه داری و ما رو دعوت کرده بودن که در اوج هم تمرین میکنیم و هم مسابقه داشتیم و آمادگی به خصوص گرفته بودن بعد او رسمی بود و همیشه من دو نفر است بسیار ممانعت میکردن که سفر نشه یکی رئیس فدراسیون معاون فنی ما همراه استاد دوم ما بود استاد اولی ما صابر شریفی بود استاد دوم ما عبدالحی همین استاد عبدالحی نمیخواست سفر شه میگفت یا خودمون در این سفر باشیم یا سفر نشه باز وقت ما رفتیم یا خبر شدن که ما هندوستان رفتیم بعد از او به رئیس فدراسیون گفتن که یا رفتین هندوستان از طریق هندوستان میخوان لندن برن و به اوجا بگریزن بعد از او که خبر شد به زایر اخبر گفت زایر اخبر هم گفت به سفارت زنگ زد که یار نمانه یا اجازه ندارن که برن سلام جان که وقتی که یک سال نمیتونیم بگیم فقط شش ماه پیش بسیار زیاد مشهور بود فکر میکردن کل که مردم فکر بود که صدف جان لندن رفته بود و که تشویقشون میکردن وقتی که این مسئله گریختن ما که در سر زبان افتاد خب مالون دار از دیگه یک بوکسر وقتی که یک لقب سرش بانند او دیگه به او شهرت نمیمانه و از شهرتش کاسته میشن وقتی که تیاره پایین شده بوده فهیمه زنگ زده بود که صدف شبنم این سفر جور کرده بودن قصد گریز در لندن داشتن و این سفر خوب شد که نشد یعنی شیطانی کرد که مرم منفق نکنن این دوتا رو منفق کنن و اگه ما قصد گریختن می داشتیم صدف جان در لندن که 20 روز پیش برای تمرین خواسته بودن در موجه می گرفت چرا که هم زمانت که در المپیک مانده بودن زمانت از خود ما نبود زمانت از استاد بود می تونه صدف بدون زمانت استاد که مد نظر بگیره یا چرا خانه ما که در قید دولت نمی رفت خانه استاد در قید دولت می رفت وقتی که من در تمرین نتیجه که میرم وقتی میبینم بسیار خسته میشم استاد مرا تمرین نمیده و مرا توهین میکنه وقتی در تمرین میرم میخوام که یک جای برم که بتوانم تمرین ما پیش ببرم میخوام به فکر آرام بتوانم در اوج زندگی کنم و رشته بوکس ما پیش ببرم من اگه شرایط مساعد باشه میخوام رشته بوکس ما پیش ببرم اما شرایط مساعد نیست مجبور هستم تحصیل بگیرم تا چی وقت من رشته بوکس در افغانستان نمیتونم رشته بوکس پیش ببرم مجبور هستم پشت تحصیل درس و یا برم که بتوانم یک جای وظیفه بگیرم باش که نگه انقدر پیر شدیم در بوکس از اون خاطر خب بوکس هستش دیگه رفت و نه هفت سالم تیر شد نفایده دیدم از پیشش نکدوم سر که روزایی که بوکس میرفتیم چقدر جنجالات ها میدیم در روزای برفی میرفتیم یا آمدیم هیچ موتر پیدا نمیکردیم حال چقدر سهولت ها پیدا شدن موتر میرد پشت دان درازه میگیرم میرم بسیار جنجال ها رو کشیدیم اما ولی هم هیچ فایده نمیکنم اگه موتر هم بیاید آل تعداد کم شده او وقت بیاد تعداد ما بسیار زیاد بود نه دیدی که چه قبل شب علاقه می آمدن دختر را بوکس میکردن نمی رسون ما رو کجا بوکس هستش که آدم برسته دو جا بری فقط ایش خندی که بیشون نوسا دردن های درد سپورت می دن از وقتش خیلی تقصید نیست بوکس نمانده من نمیفهم من هم چه حتی نموتو دیگه شدم و آدم مازم نمیشه دختر تا یک سرعت بتانم بکس را دابا بتن بعد از زود دیگه با کار خانه میشه و مجبور میشه که شما هر بگیریم بعد از زود مشکلات خانه است که در قانسا شما اون شوات چی به درد میخوره میفهم به درد میخورم نمیشه بازم رسم افغانستان نفسد مجبور هستن که دختر را فامیل بتن اگر خود ما شوار نکنیم پدر مادر ما مجبور میشه که بتن خواه شوار کنه یک قسمت از یکم بخیر ها قسمت از او سنت پیغمبری باید او دیگه معلوم نیست که چی وقت و اگه بگو من به تنهایی پیش میبرم و از اقتصاد آموزه این پس نمیتونیم پیش بردم همین جنجال هست که چی میشه اما مشکلات خانم ها چطور؟ مشکلات خانم ها در افغانستان رو ببینیم مشکلات خانم ها افغانستان این روی مکتب هست؟ به درخواست وزیر دادگستری حکم سنگسار در ملأ عام برای مردان و زنان متخصص روابط نامشروع داشتهاند در دست بررسی قرار گرفت در صورت اینکه مجرما مجرد باشد حکمشان یک صد ضرب انشاءالله خواهد بود
همکنون از کام پیشنی شده برای چنین مواردی اما یادم نیست تا 15 سال می باشد ولی تحقیل شرایطی حکم سنگسار قید نشده بازم مدال آورده نشده